قسمت سوم افشاگری پولاد کیمیایی فرزندخوانده گوگوش در مورد بلاهایی که گوگوش سر مادرش سیمین پاشایی آورد. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریشو لطفاً فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. فرزند همسر سابق خانم گوگوش پولاد کیمیایی که فرزند آقای مسعود کیمیایی هستند، در مورد نامادریشون گوگوش یک سری مطالب و مسائلی رو افشا کردن که در واقع حاکی از رازهای بسیار پنهان و شخصی خانم گوگوشه که گوگوش تا به حال به هیچ عنوان در هیچ یک از مصاحبه‌هاش تمایلی نداشت که راجع به این رازهاش حرفی بزنه و دوست داشت واقعیت رو پنهان بکنه. البته اشاره های محسوسی به خاطرات و رازهای گذشتش می کرد، اما در واقع واقعیت رو هرگز نمی گفت و سعی می کرد با دروغ گفتن به نوعی بزرگ نمایی بکنه که در واقع افراد مختلف زندگی من مقصر بودن و من بی گناه بودم. اما پولاد کیمیایی حالا بعد از مصاحبه گوگوش با هما سرشار پرده از رازهای ناگفته گوگوش و پدرش فرداش و هویت و چهره واقعی گوگوش رو برای همه نمایان کرد. پولاد کیمیایی در جدیدترین لایوی که منتشر کرده از خودش دست به افشاگری هایی زده که شاید برای همه بتونه بسیار جالب و پر از نکات مخفی خانم گوگوش باشه. گوگوشی که شاید همه ما ایشون رو به عنوان یک اسطوره قبول داریم، اما از پشت پرده واقعی زندگیش به هیچ عنوان چیزی نمیدونیم. اما حالا پولاد کیمیایی سعی کرده چهره واقعی خانم گوگوش رو در واقع برای همه طرفداراش نمایان کنه. پولاد کیمیایی گفت زمانی که مادرم هنوز زنده بود و در آلمان بود، خانم گوگوش عاشق پدر من شده بود و زمانی که مادرم سرطان گرفت، 2 سال قبلش با پدر من رابطه داشته. شروع رابطه پدرم با گوگوش به زمانی برمیگرده که مادرم در آلمان بود و خب اونجا درگیر کار و بیماری شده بود و پدرم هم در واقع در رفت آمد بود و اکثرا ایران بود و اون زمان وقتی که گوگوش با پدرم در یک فیلم آشنا میشه، رابطه عاشقانش با پدرم هم از همون زمان شکل میگیره و شروع میشه. در اون زمان خانم گوگوش برای پدر من نامه های عاشقانه میفرسته و هنوز مادر من در اون زمان زنده بوده اما در آلمان بود و خب منم که در کنار مادرم بودم. هنوز هم که هنوزه نامه های عاشقانه گوگوش برای پدرم در خونه ما هستش. هنوزم که هنوزه خانم گوگوش در مورد من و پدرم یه سری از مسائل رو دوست نداره بگه، چون به ضرر خودشه، چون چهره واقعیش برای همه مردم شناخته میشه و آبرو و حیثیتش میره. گوگوش با مادر من دوست بود، اما به مادر من خیانت کرد. مادر من در آلمان بود. وقتی برگشت به ایران، که البته خانم گوگوش در مصاحبه اخیرشون گفتن سیمین در آلمان پناهنده شده بود، نه خانم گوگوش، مادر من در آلمان پناهنده نشده بود. مادر من هنرمند بود، آرتیست بود، هم در آلمان خونه داشت، هم در لندن خونه داشت، هم در ایران خونه داشت، هم در موتل قو ویلا داشت. مادر من زن ثروتمندی بود. مادر من یک آدم معمولی نبود، یه آدم تازه به دوران رسیده نبود که بخواد رفاقت رو با تو برای خودش یه افتخار بدون و از تو محبت رو گدایی بکنه. نه خانوم گوگوش، مادر من از اولش یک آدم بزرگی بود، شخصیتش بزرگ بود. در کمال اینکه یک آرتیست بزرگ بود، همیشه سرش پایین بود، همیشه با مردم مهربان بود. وقتی برگشت ایران متوجه شد دوستش با همسرش ریخته رو هم دیگه. اون دوستش تو بودی خانم گوگوش. بله، 2 سال قبل از اینکه مادرم درگیر بیماری سرطان بشه و خب درگیر کار و اینها بود، تو به دوستت خیانت کردی. مادر من نمیدونست با درد سرطانش کنار بیاد یا با درد اینکه داره به زودی میمیره. مادر من زن آگاه و هوشیاری بود، خودش میدونست که در واقع چند روز دیگه قراره بمیره. وقتی که متوجه این قضیه شد، تا
تاب نیاورد و غم خیانت تو مادرم رو بیشتر داغدار کرد. مادرم دووم نیاورد. تو پدرم مادرم رو کشتین. وقتی مادرم تو این روزای آخر میدونست که داره میمیره و متوجه خیانت تو پدرمم شده بود، حالش بدتر شده بود و گفته بود ای کاش مسعود و گوگوش میذاشتن تا من زودتر بمیرم بعد عشق و عاشقی را بندازن. ای کاش من میمردم و این روزا رو نمیدیدم که دوستم و شوهرم به هم خیانت کردن و ریختن رو هم دیگه. بله خانم گوگوش، تو همچین شخصیتی داری. کدوم آدم عاقلی شوهرشو میسپاره دست تو که مادر من دومیش باشه؟ مادر من زن بسیار با عقل و شعوری بود. مادر من زنی نبود که شوهرشو بخواد به دست تو بسپاره. خانم گوگوش، شما در قسمتی از مصاحبتون با هما سرشار اعلام کردید که سیمین پاشایی وقتی از آلمان برگشت به من زنگ زد گفت گوگوش هر جا هستی سریعاً پاشو بیا خونمون. آخه مادر من چرا باید دوستی و رفاقت رو از شما گدایی بکنه؟ مادر من انقدر دوربرش آدم های بزرگ و هنرمندی بودن که در اون زمان شما اصلا عددی محسوب نمی شدی. بعد اومدی خونه ما، مادر من آدرس رو داد و شما پا شدی اومدی. بعد همینجوری یهو رفتی بالا در رو زدی دیدی کسی خونه نیست. خانم گوگوش، ساختمون ما لابی من داره. اگر کسی در خونمون نبود لابی من به شما اجازه نمیداد که شما پاشی بری طبقه آخر ساختمون خونه پدر و مادر من. اگر بودن به شما اجازه میدادن. پس اون روز حتما کسی خونه بود خانم گوگوش. بعد اینکه شما اعلام کردید سیمین پاشایی در لحظات آخر عمرش شوهرشو با بچهشو به دست من سپرد و گفت گوگوش هوای مسعود و پولاد رو داشته باش و با مسعود دوست و رفیق باشید و با هم زندگی بکنید. خانم گوگوش، مادر من زن بسیار عاقلی بود. مادر من شما رو خوب شناخته بود. میدونست که شما به هیچ کس رحم نمی کنید. شما به هیچ خانواده‌ای رحم نمی کنید. پدر و مادر من عاشق همدیگه بودن. خانواده من مشکلی با هم دیگه نداشتن. ولی شما چی کار کردی؟ شما برای پدر من نامه های عاشقانه نوشتی، زندگی ما رو دگرگون کردی، کاری کردی که مادرم زودتر دخ کنه بمیره. بازم بگم از این همه جرم و جنایت هات، بازم بگم از خیانت هات، بازم بگم از بلاهایی که سر دوستات آوردی، از پوری بنایی گرفته که نامزدش رو عشقش رو ازش گرفتی، تا مادر من که شوهرش رو ازش گرفتی. خانم گوش، سر ماجرای تو پدرم من سالها با پدرم صحبت نکردم و با هم قهر بودیم، اما الان پدر من داره سزای اعمالش رو میبینه. پدر من در سن 72 سالگی خونه خرید، اونم به اصرار من. پدر من دار و ندارش رو برای شما خرج کرد خانم گوگوش. هر آن چیزی که حتی از مادرم برای من مونده بود، مادرم در لحظه آخر عمرش منو صدا زد و گفت پولا جان، این لیست تمام اموال منه که به نام تو زدم. فردا کسی نیاد ادعا بکنه بگه که این برای منه. من برای تمام این اموال خودم به تنهایی زحمت کشیدم و حالا میرسه به تو پسرم. من با اموال مادرم خونه خریدم در بهترین جای تهران، در فرمانی خونه دارم، ماشین دارم، ویلا دارم، زندگی خیلی خوبی دارم، همش از صدقه سر سیمین پاشایی مادر عزیزم هست. اما پدرم در یک گوشه از شهر تهران که به اصرار من در 72 سالگی خونه خرید و الان در 80 خورده ای سالگی به همراه یک پرستار داره تک و تنها زندگی میکنه و به سالهای گذشته و بلا و خیانتی که به همراه تو به مادرم کرد و خب الان داره سزای اعمالش رو میبینه و تک و تنها افتاده. البته من بخشیدمش و سرخاک مادرم هم رفتم از مادرم تقاضا کردم که پدرم رو ببخشه،
اما خانم گوگوش، پدرم الان داره سزای اعمالش رو میبینه، ولی تو کجا و ما کجا؟ تو در بهترین حالت ممکن داری زندگی میکنی و خب سزای اعمالت رو هم ندیدی. متاسفم برات، اما من بازم راجع به شما خانم گوگوش حرفایی رو دارم که شاید برای همه طرفدارات بسیار جذاب و شنیدنی باشه. دوستان عزیز، این هم قسمت سوم افشاگری های پولاد کیمیایی بود. اگر تمایل به شنیدن قسمت چهارم افشاگری های پولاد کیمیایی رو دارید، لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید و وارد کانال ما بشید و ویدیوها رو ببینید و لایک کنید و سابسکرایب کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و روی در واقع علامت آل فشار بدید و حتما منتظر سری چهارم از افشاگری پولاد کیمیایی از نامادریش گوگوش باشید. و لطفا لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای انگلیس و کانادا و استرالیا و نروژ و دانمارک لطفا شیر کنید. ممنون که با ما همراه بودید. تشکر.